خیلی خوش اومدین به بخش آخر برنامه یه امروز آقای دکتر صالحی با ما هستن بحث امروزشون یه مقدار با بحث‌های های هفته گذشتهشون فرق میکنه خودشون قرار به ما بگن که چی هست خوش اومدین آقای دکتر خوش اومدین خوش شما. شما مرسی آقای دکتر موضوع موضوع اینه که پزشکای خارج از بریتانیا اگه از هر کشور دیگه وارد بریتانیا بشن چیکار کنن که اینجا بهشون اجازه کار داده بشه درسته به. شما چی شد که رفتین تو این رشته چجور آموزش دادین یه بسیار عالی بعد اول از کنم از همه بینندگانمون که امروز یه بحث کاملا متفاوتی رو داریم مدت ها بود که همکارم از ایران سوال میکردن هیچ وقت فرصت نبود که راجبه صحبت بکنیم حالا احتمالا به این بهانه که من تو جنری سه روز هستم اینجا این یه روزی که امروز راجع به بحث خودمون صحبت می کنیم و اونجا در واقع جبران می کنیم اگر از خواهی رو بپذیرن این بحث یک کمی تخصیلی تره امیدوارم که از خواهی رو بپذیرن آره چرا من کار آموزش انتخاب کردم همیشه معلمی رو دوست داشتم توی خانواده بزرگ که پدرم معلم بوده مادرم معلم بوده و خودم هم از سن 17 سالگی که دانشجو پزشکی شدم تو تهران معلمی کردم و دوست داشتم این کارو تو ایران هم یه بخش بسیار زیادی از جوونیم رو صرف آموزش کردم خیلی حالا مثلا میخوام بگین خیلی تو بالا <تصفح> خب اون موقع جوونی جوون. اول بوده جوون آره خیلی زیاد شاید خیلی زیاد رو صرف آموزش کردم و همواره دوست داشتم وقتی به این کشور اومدم مسلما اون موقعیت نبوده چون باید شستم از نو همین امتحانایی که میشه صحبت میکنیم می و و حالا بعد یه فرصتی پیش اومد که از نو تونستم به اون کاری که همیشه دوست داشتم برگردم اون تا الان یک عده دیگه رو ترین میکنم پزشک های خارجی که وارد سیستم پزشکی انگلیس میخوان بشن همه پزشک هایی که در کشورهای بجز اتحادیه اروپا درس خوندن یا کار کردن برای اینکه وارد سیستم درمانی انگلیس بشن که بهش میگن نشنال هلس سرویس که میگیم NHS باید در واقع رجیستر بشن به GMC جنرال مدیکال کانسل که همون نظام پزشکی اینجاست فرقی نمیکنه که در واقع شما متخصص باشید یا پزشک عمومی باید اول شما اینجا عضو اون نظام پزشکی بشی برای اینکه عضو اون نظام پزشکی بشن و رجیستر بشن و در واقع بتونن کار بکنن و مریض ببینن باید سری امتحانایی بدن سه تا امتحان هست که مفصل سعی میکنیم و بهش صحبت بکنیم اگه میشه به هم یه ده دقیقه و پنج دقیقه مونده وقتمون وقت اون تمام بشه یه اطلاعی بدید اگر دوستان ما ما چقدر وقت داریم تا میتونیم آه آه ادامه بدیم از همین الان ما 15 دقیقه وقت بسیار عالی امتامه. بسیار عالی آره حالا همواره اه، این سوال مطرح بوده که چرا پزشکای ایرانی دوستای همکار ایرانی من انگلیس رو کمتر انتخاب میکنن اگر احتمالا شما همه میرن آمریکا آره. همه دوست من آره. اگر دوست و رفیقی هم داشت من خودم هم دوره خودم تو دانشگاه شهید بهشتی اه... عمدهشون توی امریکا هستن و شما مثلا اگه دوست و اقوامی تو ایران داشته باشید میبینید که کمتر اینجا میاد دلائل... ربطش به این داره که اینجا الان اون سیستم NHS رایگانه یکی از دلایل میتونه اون باشه اولین دلیلش اینه شایان سیستم لایف استایل ما زندگی ما به سیستم اونجایی بیشتر احتمالا میخوره اونجا خونه ها بزرگتره ماشین ها بزرگتره شاید همه فکر کنن هوا بهتره و این یه واقعیتی که خیلی ها ترجیح میدن اگه بخوان مهاجرتی بکنن به جای برن که یه کمی به حال و هوای کشورشون شاید نزدیک تر باشه درآمد دکترها بیشتره این <تصفح> این دلیل دومه پزشکا که کلا هر جای دنیا کار کنن درآمد زیاد ندارن آخرین کاری که تو باید بکنی واسه اینکه پول در که دکتر بشی یعنی فرقی نمیکنه آقای دکتر <تصفح> نفرمایید حداقل دقال... حداقل تو اینجا <تصفح> خوردمون گندم برای دیدین دست دکترها <تصفح> حداقل تو اینجا که این شکلیه حداقل تو اینجا که این شکل یعنی yani, پزشکا درآمد آنچنانی ندارن به نسبت اون وقت و زحمتی که میکشن و چون تو باید عاشق این کار باشی اگه بخوای این کارو بکنی و اون وقتی اون اتفاق میفته که شما واقعا با عشق و علاقه اون کارو بکنی اه اون, اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که گاهی اوقات گاهی اوقات به خاطر سیستم آموزش پزشکی خیلی ترجیح میدن که انگلیس رو انتخاب نکنن به خاطر اینکه تو اینجا سیستم آموزش پزشکی طولانی تره یعنی شما بسید اینکه متخصص بشی باید تقریبا هشت سال برای نشست کار بکنیم اون فرقش اینه که اینجا شما فوق تخصص میگیریم مستقیم و در واقع کانسلتان میشی تو امریکا این قصه کوتاهتره تقریبا چهار ساله و حالا این برای فوق تخصص گرفتن میگین؟ تو اینجا کلا <applause> هر کسی که مدرک شو میگیره تقریبا هشت سال بعد از مدرکش باید برای NHS کار بکنه اگر بعد می بخواد بشه متو... نه خصوصی که شما از روزی که اینجا رو شدی میتونی خب میتونید خ... می... می پرایوت اه، کار بکنه اون کسی این کار نمیکنه چون سیستم تعریف نشده اینجا یعنی کسی حاضر نیست که کس... کسی, نیست کس... بره شاید بچه‌ای که تو از ایران میان با اون سیستم امریکا راحت باشن که چهار ساله تخصص بگیرن لازم نیست که اینجا هشت سال کار بکنن و فوق تخصص بگیرن یعنی اینجا شما وقتی که میری به اصطلاح باید رشته جراحی میشی شما بعد هشت سال فوق تخصص مثلا جراحی کلورکتال میشی که در واقع رود است یا فوق تخصص جراحی مثلا زانو میشی به جای اینکه شاید در در امریکا شما اول میتونید جراح بشی متخصص بشی بعد انتخاب بکنی اینجا یک کم مسیر طولانی تر منتها در واقع داستانش فرق میکنه یکی دیگه از دلایلم هم همون چیزی که شما گفتید شاید سیستم پرایوت امریکا واسه بچه ها جذاب تر باشه شاید درآمد اینجا اگر یه جورایی حساب بکنن کمتر باشه مونتا خیلی اون در واقع ایشون نیست مشکل نیست یکی از مسائل مسئله اقامتی شاید باشه شاید تو امریکا رفتن سختتر باشه تا بعدا اقامت گرفتن راحت باشه اینجا وقتی که شما مشغول به کار میخوای بشی NHS اسپانسرت میشه واسه ویزات و تو ویزا قید میشه که شما اجازه ترین شدن نداری یعنی باید کار بکنی نمیتونی تخصص بگیری تا پنج سال وقتی که اقامت دائم میگیری اون تو اگه وقت بکنیم حتما یادم بیارید راه های وجود داره که خیلی بتونن برگردن به اون اتفاق و و وارد سیستم تخصصی بشن حتی از روزی که شروع به کار میکنن حالا این که سالی که حتما ازم پرسیدن اینها مجموعه دلایلی که بچه ها بیشتر درشون میخواد برن امریکا شاید چون درست نمیدونن که قوانین چیه برای که همه اون همه اون چیزا تو اینجا در واقع قابل حل و فصل حالا این آموزشی که شما به دکترای حالا خارج از بریتانیا که انجام میدین براشون این دلیل این نیستش که استاندارد درس خوندن اونها تو کشورشون با بریتانیا فرق میکنه به خاطر یه ای رو احتیاج دارن که اینجا یه مقدار با سیستم اینجا آشنا بشن این خیلی بره خیلی, بره خیلی خوبی کردید من حالا خدا را شکر یک موقعی داشتم که با همه همکارم از همه جای دنیا آشنا بشم از وقتی که شروع کردم این کار رو از همه جای دنیا پزشک اصلا سیستم پزشکی انگلیس رو یک جورایی پزشکای خارجی دارن اداره میکنن شما حتما رفتید بیمارستان رفتید جی تون میبینید که خیلی هاشون انگلیسی نیستن من این شانس رو داشتم که با پزشکای مختلفی از همه جای دنیا از روز که شروع کردم به این کار عملا الان بیش از نیمی از اون پزشکانی که وارد سیستم پزشکی انگلیس میخوان بشن و من کردم تو یکی دو سال گذشته و همین خاطر از جاهای مختلف پزشک زیاد دیدم اصولا سیستم پزشکی کشورهای غیر انگلیسی با انگلیس متفاوته مخصوصاً ما آسیایی ها و آفریقاییها. اون چیزهایی که اینها دنبالش هستند یه سری ها یا یه سری از مشخصه هایی که دنبالشن یعنی اونا دنبال که پزشک در وهله اول سیف باشه مطمئن باشه و خیلی هم به اصطلاح خودشون کیرینگ باشه پزشکی باشه که به مریض فکر بکنه اینا اینا در واقع ادعا میکنن که یک سیستم برام پیشن کور سنتر دارن یعنی مریض همه چیزه مریض اصله و پزشک برای مریض داره کار میکنه این شاید تو فرهنگ های مثل فرهنگ ما و فرهنگ بقیه کشورهایی که میان یه مقدار پزشک از یه جایگاه دیگه ای دقیقاً هستنید. از بالا به مریض اینجا ما یاد گرفتیم که ما برای مریض کار میکنیم و مریض هست که تصمیم میگیره خیلی از کارهایی که ما تو کشورهای خودمون نمی کنیم یا نکردیم و اینجا باید انجام بدن به عنوان مثال میگن وقتی بحث تصمیم گیری میشه مریض باید تو اون تصمیم گیری دخالت بکنه بهش میگی که این راه این راه ها وجود داره اگه شما یک بیماری رو در نظر گرفتی که احتمالاً شک داری میگی این تستا هست این تست خطرش کمتره این بیشتره این مطمئنتره این دقیقتره کدوم میخوای ما تو کشورمون نداشتیم اینو شاید چون اون منابع و ریسورس ها رو هم نداشتیم اون تا این یک بخشه بخش دوم بخش اینه که اونا دنبال یک نابغه پزشکی احتمالا نمیگردن که یکی بیاد یک چیزی رو فکر بکنه و یک راه حل عجیب غریب و یک مریض پیدا بکنه همه چیز بر اساس دستور عمل که ما اینجا بهش میگیم گایدلاین تعریف میشه ما یه نشنال گایدلاین داریم که نایس گایدلاین و یه سری گایدلاین های تراست گایدلاین داریم اون ایریا ها و اون مناطق مختلف شهری لندن و اطراف لندن و همه انگلیس و اساس اون مریض رو درمان میکنن یعنی اینکه شما برای اینکه بیای مریضو درمان بکنی همه چیز از قبل وسط فکر شده یعنی میگن که اگر مریض با این مشخصات اومد به عنوان مثال اگه میخوای آنتی بیوتیک بدی اینو باید بدی و حتی گاه، اوقات گایدلان لوکال میشه منطقه‌ای میشه فکر میکنن که این آنتیبایوتیک تو این منطقه اثرش بیشترشون رزیستانس کمتری داره یعنی در نهایت پزشک هایی که میان اینجا یاد میگیرن که در واقع بر اساس گایدلاین بر اساس راه نهاره. 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 اینجا توابت کنن آره. این راه نما خطکش <applause> خط مشی دارن خطکش خط خ... خط دارن که در... که در واقع این چیزایی که امتحان. حالا اینکه چه امتحانایی گرفته میشه سه تا امتحان باید بدن پزشکایی که میخوان بیان اینجا کار بکنن امتحان اولشون امتحان زبانه یکی از در یک بچهای بچه های ایران امتحان ها اینجا دوست این امتحان زبان است که راجعه صحبت میکنم که چه شکلیه امتحان دوم امتحان تئوری پزشکیه امتحان آخر امتحان عملی پزشکیه امتحان زبان آیلس همیشه این بحث بوده شاید فقط اگه بهم چقدر وقت دارم من ممنون میگم حالا ده دقیقه بشه پنج دقیقه بشه من میگم همیشه این بحث بوده که چرا یک پزشک باید یه امتحان رو بده که برای همه گرفته میشه الان پنج دقیقه داریم از الان از الان شما میدونید که بسته آیلس همه اونایی که میخوان برن تو رشته های هر رشته ای بخوان باید این امتحان آیلس رو بدن کلا دانشجو آره واسه پزشکا یک یک چیزای خاصیه باید سه تا چهار تا هفت بیارن و اوورال هفت دونی. امتحان تئوری دارن که تو امتحان تئوریشون باید در واقع 200 تا سوال چهار جوابی هست باید جواب بدن سال بسیار است امتحان بسیار استانداردیه و بر اساس اون چیزی که تو زندگی روزمره پزشکی اینجا می‌بینین سال طراحی میشه سال عجیب غریب توش نیست بر اساس رشته هست دیگه نه. رشته ای که مثلا شما جراحی باشه نه نه یا رشته پزشکی عمومی, این همه رشته رو شما امتحان میدی از همه سوالات هست از جراحی داخلی زنان اطفال و امتحان امتحان عملیه اون امتحان عملیه و بخشی که من ترای می کنم بچه ها رو و تو اون امتحان عملیه که ما تو ایران نداشتیم به این فرم یه موقع که من تو ایران بودم حداقل چهارده تا استیشن داری استیشن اتاق کوچیکیه که, که شما میبینی مریضو میبینی مریض کیه یک یک هنرمند حرفه‌ای جوری وسط اکت میکنه که واقعا نمیفهمی که این مریض نیست اون حس مریضی دیدنو دیدن رو میگیری از چهارده تا استیشنی که باید بچه ها پاس بکنند برای امتحان دومشون هشت, اه اه هشت از اون استیشن ها استیشن است که در واقع بهش میگیم هیستری تیکینگ اند کانسلینگ میان از مریض سوال جواب میکنن مریض باید دردی میاد دردش کم بعد ازش سوال بکنی به یک تشخیصی برسی بعد بگی که واسه این تشخیص چه پلن درمانی گذاشتی یا اینکه مریض با یک بیماری میاد شما میدونی بیماریش چیه یه سری سوالایی داره یه سری باید بهش راه حلایی بگی که چطوری این بیماری رو بتونه تو دراز مدت کنترل بکنه یعنی یک بخشی از سوالات اینه که در واقع خیلی کامنش اسکیل بالایی میخواد باید بدونی باید با مریض چکتی حرف بزنی باید کالچر رو بشناسی فرهنگ رو بشناسی و این هشتا از از چهار تا استیشن هایی هست که از استیشن های دیگه شما دو سه تا استیشن عملی داری مریض رو باید ماینه پزشکی بکنی مریض میاد با درد زانو باید ماینه انجام بدی باید تشکلی که این درد خب برای چیه سه چهار تا دیگه هم در واقع پرسیجرایی هست که انجام میدیم خیلی اوقات ما تو بیمارستان از مریض خون میگیریم کنولا میذاریم توی رگش سون میذاریم اونا رو اینجا از تو مریض انجام نمیدن توی منیکن انجام میدن تو در واقع مانکن مدل. آره مدل پرسیجر انجام میدن این این سه تا ایریایی که در واقع من ترین میکنم و اینها امتحان میگیرن و خیلی امتحان استانداردیه پنج دقیقه وقت داری واسه هر کدوم از اینها و انگلیسی ها معروف تو سیستم آموزششون و امتحانشون خیلی خطا و آزمون میکنن همین شکلی صبح میشن. نمیشن سوال رو عوض بکنن یا یه خواهی همه سیستم امتحان رو زیر رو بکنن بازم میگم خیلی از بچه های ایران از من سوال کردن راجبه به اینکه این امتحان رو باید چه شکلی پاس کرد چه شکلی باید تخصص گرفت تو اینجا اگه حالا نرسیدیم امروز همه بحثو بکنیم مثل همیشه میتونن تو فیسبوک ما که هست حامد صالحی تو صفم سوالشون رو بذارن چقدر دیگه وقت داریم که یه اون چیزی که اینجا در واقع دنبالشن اینه که چه شکلی میتونن از خارج انگلیس پزشکایی رو بیارن وارد سیستم درمانی اینجا بکنن و از اونها به نحو احسن استفاده کاری بکنن اون بچه هایی که از ایران میان اینجا بعد از پاس کردن این امتحاناشون از طرف NHS یک اسپانسرشیبی میگیرن که آفیس بهشون ویزای دو ساله کاری میده و میتونن همین شکلی از بیمارستان های دیگه ای اجازه کار بگیرن همیشه هم واسه پزشکی اینجا کار هست هیچ پزشکی حتی یک دقیقه بیکار نمیمونه چون احتیاج دارن و بعد از پنج سال اقامت دائم میتونن بگیرن بعد پاسپورتشون رو بگیرن اصولا وقتی میتونن تخصص اپلای بکنن که اگه از ویزای کاری میان اقامت داشته باشن ولی راه زیادی وجود داره چون خیلی از رشته ها پر نمیشه و از همون سال اولی که میان میتونن واسه خیلی از رشته ها اپلای بکنن و وارد سیستم تخصصی اینجا هم بشن یعنی لازم نیست که حتما اقامت به شکل دیگه ای داشته باشن حالا جز یادشو رو بعدا میتونیم اگر فرصت باشه من فکر میکنم تنزیم. این بحثی که الان شما سر صحبتش سر بحث, بحث باشه کلی سوال <applause> میکنم ما بزنی از, 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 از ما فکر کنم دو هفته من فقط این قول بدم این بحث ما اینجا جمع میشه ما از هفته آینده برمیگرده این بحث خودمون اگر بازم این بحث واسه بعضیا ناآشنا بود من عذرخواهی میکنم مثل همیشه باز هم میتونن سوالاشون تو فیسبوک من بزنن که حامد سالایی مرسی که بس سوالای بحث همیشه. امروز شما که میخواین جواب بدین میخواین بحث باز به سر مکملای ورزشی از من سه جنوری اینجا هستم 23 جنوری اینجا هستم 3 جنوری اینجا ماه من سه روز اینجا هستم خب دوستان از به پایین برنامه امروز رسیدیم ممنون که تا این لحظه همراه ما بودین برای دیدن آخرین اتفاقات و ویدیو هم میتونین به فیسبوک و وبسایت مناتو سر بزنین و نظرات و پیشنهاداتتون رو به ایمیل مناتو پلاس بفرستین خیلی ممنون متای مناتو پلاس دیگه شب و روزتون بخیر